بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خب در این ایام که در واقع ما این جنگ در غزه رو داشتیم طوفان الاخصا یک سرفصلی لباس شد یعنی فرصت شده که قول بهش بپردازیم تحت عنوان در واقع کریدورها و نقشی که این نبرد و این اتفاق در تغییر راهبردهای جهانی داره خب من چون اینجا فرصت نمیشد کامل راجبون صحبت بکنم تاکید میکنم من همون ابتدا که این بخشی از بحث ماست و الا دلیل ما از حمایت مردم فلسطین قطعا مسئله اخلاقی انسانی است منتها من که بدونید که آیا این چه تأثیری بر کشور ما خواهد داشت در آینده دنیا چه تأثیری خواهد داشت به نظر رسم یه فایل جدایی براتون زفت بکنم و راجع بیشتر صحبت بکنم خب خدمتون عرض بکنم که خوب مستحضرید از یک طرف چین و هند در حال قدرت گرفتن در دنیا جهان داره از تک قطبی بودن خارج میشه و ما امروز با یک جهان چند قطبی مواجهیم آمریکا در حال تضعیف اخبارش دارید میبینید قبلا شاید کسی جرئت نمیکرد جلوی آمریکا اینطور بیسته اما امروز آمریکا خیلی جا داره کوتاه میاد مجبور درگیری های در دنیا اتفاق افتاده که خیلی از ما دوست داریم بدونیم ریشه اصلیش کجاست خب اینا روانشناسی میکنن فیوچرولوژی میکنن و اندپجوهی میکنن و همه میدونن که چین جایگزین آمریکا خواهد شد و به زودی امریکا رو رد خواهد کرد و بعد از اون هنده یعنی هندوچین چین با هم الان بخشی از یک بخش بزرگ از اقتصاد جهانی رو تشکیل دادن بخشی از کشورهای بریکس هستن بهش برزیل خدمت شما آرش روسیه است آیش هنده خدمت شما ارز کنم سی که حالا که خونده میشه چینه و اسش هم سوت آفریقا یا آفریقا جنوبیه که حالا شنیدید که کشور ما هم عضو شد این چه اهمیت داره چه ضرورتی داره من فقط از دیدگاه کریدورها بحث میکنم وارد عدد و رقم اقتصادی سهمشون از تجارت و غیره نمیشم خب چین یا از قدیم ایام معروف بود جاده ابریشم که خود ما میشناختیم به خاطر اینکه از جاده ابریشم میآوردن ایرانی معروف شد به جاده ابریشم محلی بود برای انتقال فرهنگ و خیلی از من تو بگم توسعه فرهنگی و بعد از اسلامی که مسلمان شدن در این مسیر از طریق همین جاده انجام شده یعنی تجارت بستری بود یک معبری باز کرد برای این اتفاق خب کشور ما همونطور که در تصویر میبینید شمالش دریاست و بعد قطب یعنی اصلا مسیر مناسبی نبوده الا خصوص در گذشته برای مسافرت و تجارت جنوبش هم که دریا الا دیگه تا پایین <تصفح> در تا قطب جنوب اقیانوس بهترین مسیر در واقع ایران بوده شما تو کویرای ما برید تو شهرهای مختلف کاروانسراهایی رو می‌بینید مخصوصا این جاده ابریشم هم کنار همین جاده مشهد تهران مشهده. یه خورده پایینترش یا یه جای بالاتر اومده از جاده اصلی کاروانسراهای قدیمی رو می‌بینید که تو همین مسیر بودن و اینا کاروانهایی که مدن اینجا در واقع استراحت می‌کردن اینطورم نبوده که اون اروپایی از اروپا بیاد بره تا خود چین. می اومده باراندازش ایران بوده یعنی تاجر ایرانی میرفت از اروپا می آورده میداده به بخش دیگه از تاجرای ایرانی که اونها می بردن به چین یعنی اصل تجارت در واقع در ایران بوده یکی از شغلای خیلی مهم بوده برای همین من عرض کردم خیلی تولید تو کشور ما مرتب توجه نمی قرار نمی چون ذات ما تاجر مسلک یعنی ایرانی ها. بوده نمیگم اصلا نبوده که از چین تا اروپا از اروپا تا چین اما اکثرا اینطور بوده من خاطرم از چین که بودم یکی از در واقع تجار معروفم دریا نورده معروفم رو وقتی معرفی کردم دیدم عجب اینجا یه اسم چینی برای خودش داره را محمود شمس دیدم اونجا برای خودش اسم چینی داره اونجا ازدواج کرده خب همینا اسلامو گسترش دادن از راه دریا میرفتن سمت چین از اندونزی مالزی همه اینا به واسطه ایرانی ها مسلمون شدن چون جنوب ایران اهل سنت شافعی بود اینا هم شافعی شدن الان در اندونزی یک مراسماتی هست خودشون هم نمیدونن چه خیلی مهم به اهل بیتن اسامی فارسی زیاد دارن توی زبانشون بعد در اونجا خیلی جالبه که مثلا یه مراسمی این خانم ها برگزار میکنن برای اینکه برکت خونشون پیدا بکنه چش درخت نداشته باشن میشینن دور هم دیگه دقیقاً شبیه این جنوبی های ما خانم هایی که اینجوری به صورتشون میزنن عزاداری میکنن و حسن حسین میگن وقتی میگن حسن حسین یعنی چی نمیدونه یعنی چی هم میگه خب یعنی بین رفته اما آثارش هست در خود چین توی این مناطق که در واقع مسلمان شدن خب منطقه سینکیانگ اینجا هم وقتی ما رفته بودیم جالب بود مثلا نماز صبح میگفتن بامداد پسین پیشین خفتن به وضو میگفتن آبدست کلی قبرای ایرانی ها اونجا شیرازی تبریزی کسی بودن که در واقع رفته اونجا اسلام رو بردن گسترش دادن و در زمان هم سینگ سلسله سینگ هم در زمان سلسله می کلی اختلاط نژادی هم اینجا صورت گیره. حتی قبلا این بخش جنوبی چین خیلی ایرانی داشته که یه جنگی در میگیره قتل عامی صورت میگیره از ایرانی ها و الا حتی از نظر چهره و اینها مثلا حالا یه جایی میشه گفت مثلا زیباترن یه بخشی میگه خودشون هم میگن میگن اونجایی که اختلاط نژادی صورت گرفته چون اینا تنها راه دوست داشتن با ایرانی ازدواج کنن تنها راه ازدواج بود که مسلمان بشن و همین موجب گسترش اسلام شد و بعد زرد زردم غالبه از نظر ژنتیک تو ازدواج اینا قلبه پیدا میکنن اما خب تغییر پیدا کردن بگذاریم اگر یک جاده یک کمربند رو بیاری تصویرشو بله ببینید اون راه رو بله ببینید این راه رو چینا دوباره میخوان احیا کنن صد و نزدیک ده بیستا تا کشور رو دربر میگیره این در مجموع تو کل دنیا حالا این بخشی که جلو چشممونه رو ما حالا این به آمریکا هم قرار صادرات داشته باشه جای دیگه قبلا جاده اصل همینه که از ایران رد می‌شده میرفته ترکیه و به اروپا الان اومدن خب جاده جایگزین هم گذاشتن حالا ما گیرن فرمان خواهی روسیه صادر کنه که انجا نمی که نمیفرستی که خب وقتی خودش مرز داره در واقع یعنی کشف محضر شما عرض کنم نیمه غربی روسی هم نیمه مهمتری چون به اروپا شرقی نزدیکتره شهرهای مهمش اونجا کشورهایی که در واقع فاصله میندازن بین روسیه و چین و بین روسیه و ایران و بین ایران و چین برای غربیا بسیار بسیار مهمه برای امریکایی و انگلیسی اینجا مغولستان قزاقستان پاکستان ایران هند اینجا هم هنگ کنگ گوانجو قطب دریایی چینه یعنی یک استان به شدت ثروتمند با جی دی پی بالا خب تبت از همه کمتر اشتباه نکنم گوانجو جزو بیشترین ها بود بعد اینم راه دریایی همین قدیم هم همین شکلی بوده که می اومدن با ایران تجارت میکردن یا به آفریقا چینیا در واقع میرفتن خب ایرانی ها یه ابتکاراتی داشتن تو شکل بادبان ها و این باعث میشد که تایم بیشتری بتونن در واقع خدمتتون عرض بکنم دریا نوردی بکنن این داره احیا از سمت دیگه ما میدونیم روی راه دریایی خیلی بیشتر سرمایه گذاری کردن روی راه دریایی به من که هنوز الان هم نگاه کنید استراتژی نظامیشون روی ناو بسته شده همین انگلیس هم امریکایی بعد محضر شما عرض بکنم برای همین دوست ندارن راه زمینی شکلی راه زمینی یعنی تعطیل شدن راه دریایی یا کم اهمیت شدن راه دریایی برای همین راه های زمینی همه ناامن الا اون راهی که انگلیس و امریکایی هم برای چین به عنوان مفر و محل تنفس بذارن در واقع باقی, باقی بمونه خب یعنی چی اینا میگن این راه نباید باشه من یه توییتی زدم سال گذشته که کشورم شلوغیای داشتیم در ماجرای فوت خانم امینی جرسی هم گفتم ماجرای فوت خانم امینی صرفا یه بهانه است خب همزمان تو کشور ما توی چین توی مغولستان شایعه زغال سنگ شدن زغال سنگ بود مغولستان ریخت من. من خواهش میکنم تیکه فیلماشو بذارید واسه صحبتای من ببینید دو سال قبل هنگ کنگ ریخ به هم و عین الگوی ایران بود یعنی اولین بار این الگو در هنگ کنگ تست شد هنگ کنگ 1999 اگه اشتباه نکنم حالا خورد این برمارتر. از انگلیس تا از استعمار انگلیس خارج شده ها بریتانیا به شدت در هنگ کنگ نفوذ داره عجیب غریب نفوذ داره جوری هنگ کنگ ریخ به هم که بگی این محل تنفس تو اینجاست حواست باشه من اینجا میریزم بهم باید به با من ببندی پاکستان عمران خان کودتا شد عملا یه نو بنو میشه کودتا شد حذفش کردن کنارش گذاشتن الانم شهر به شهر میچرخه این طرف اون طرف میره اینجا در قرقیزستان تاجیکستان و ازبکستان هم ریخ به هم یعنی سه تا کشور یک بخشی از تاجیکستان میگفت نظر دارم بر روی بخش تاجیک نشین افغانستان خود افغانستان با روی کار اومدن طالبان ریخ به هم حالا برای امریکا این منطقه بسیار سوق و مهمه چرا بین ایران و روسیه است بین ایران و چین بین چین و روسیه است این منطقه رو از دست نمیدن سرمایه گذاری وحشتناک در ازبکستان و تاجیکستان من به زرس قاطع میگم با این انفعالی که ما در تاجیکستان داریم و چهار تا شاعر ماهر میفرستیم فکر میکنیم الان اتفاق افتاده خوشحالیم که مثلا اسمای فارسی دارن همون بلایی که سر جمهوری آذربایجان اومد اینجا هم سر تاجیکستان خواهد افتاد یعنی انقلاب اسلامی و محبت ایران شدیدا داره کاهش بدم کنه ده ها این جیو امریکایی سفیر خدمت شما عرض بکنم اسرائیل در این منطقه به شدت فعال خانومیه به شدت فعال جلسات برگزار می‌کنه قبلا فاز پنهان داشتن علنی دارن برگزار میکنه. مثلا شما می‌بینید وزیر دفاع فردا روزی که فلان اتفاق میفته میره با وزیر دفاع آذربایجان جلسه می‌گذاره خب چرا رابطه داره آذربایجان میشه یا آسیای میانه وقتی جلسه‌اش داره برگزار میشه از رئیس جمهور آذربایجان هم دعوت می‌کنن از الهام هم بیاد بره تو منطقه همون کاری که تو جمهور آذربایجان انجام دادن اینجا دارن توی تاجیکستان و دارن انجام میدن مسئله خیلی خیلی مهمیه خب از سمت دیگه یک برنامه که اینا درست کردن بله ببینید اینا میخوان چیکار بکنن از چین وارد قزاقستان بشن خب کشور در واقع ترک زبانه ازبکستان هم همینطور اکثریتش ترکن ترکمنستان هم همینطور بعد باکو جمهوری آذربایجان و از اینجا وارد ترکیه بشه از بندر جیهان انرژی صادر بشه به اسرائیل همین الان 70 تا اشتاد درصد انرژی اسرائیل سوختای فسیلیش از خدمت شما از کنم از همین کمربند داره میرسه این خیلی براشون کلیدی و مهمه وقتی اینجا دریای خزره دریای مازندران میگیم درست سره وقتی دریای مازندران وارد آذربایجان شد این تیکه این جمهور خود مختار نخجوان فقط از طریق ایران نفس کش داره عملا تمام مایحتاجش از طریق ایران میره خب این یک تیکه رو که میخوان اینا بیان جنوب ارمنستان استان سیونیکو میخوان بگیرن این قره باغ گرفتن میخوان اینجا رو بگیرن تا مستقیم بخش به جمهوری خود مختار از این طرف متاسفانه رضا یک چند کیلومتر خیلی کوچیک اما بسیار استراتژیکه مرز داد به ترکیه یعنی ترکیه به جمهوری خود مختار نخجوان وصله اینجوری بشه یعنی مستقیم از چین از چین تا ترکیه اینا مرز خواهند داشت این طرحیه که امریکا و انگلیس موافقه شد علل خصوص انگلستان انگلستان اصلا جریان پان ترکیز توسط انگلستان توسعه پیدا کرد شروع شد توسعه پیدا کرد روس‌ها یه زمانی انگیزه‌ای داشتن می‌خواستن آذربایجان از مادر خودشان از ایران جدا بکنن جمهور آذربایجان رو توسعه دادن فرهنگ و زبان ترکی رو اونجا بعد جال مثلا توی این منطقه این آمدن توی شهر زنگیلان که دوازده هزار نفر بیشتر جمعیت نداره دوازده هزار نفر فرودگاهی زدن که سالی دو میلیون میتونه تردد مسافر باشه دو میلیون چه اتفاق قرار اینجا بفت این منطقه که خالی شد شک نکنید توسط تکفیری ها اینجا اسکان داده خواهند شد یعنی تکفیری که تو سوریه هستن اینها رو خدمت شما عرض بکن اردوغان میره اینجا اسکان میده و ما آرام آرام در مرز شمالی خودمون نه اهل سنت عادی همین که شما خودمون هم سنی داریم اهل سنت تکفیری خواهیم داشت تو جریان جنگ با ارمنستان خوبه بدونید بسیاری از تکفیری ها آمدن برای جمهوری آذربایجان جنگیدن حتی فیلم های ما داریم از سوری که حتما فیلمشو بذارید که طرف داره قانع میکنه اینها رو که چرا باید بعد از سوریه برن برای اردوغان بجنگن اصلا میگن آقا اینجا دیگه چه جهادیه برای چی داریم این کار انجام ما برای چی باید برای بریم برای مثلا جمهوری آذربایجان بجنگیم که اون مفتیشون داره اینا رو در واقع وإن معركتنا الآن في أذربيجان كما هي معركتنا في بلاد الشام إن الذين يقاتلون هناك يقاتلون الصليبية ويقاتلون الصليبية التي قال عنها بوش حربنا حرب صليبية ولكن علماؤنا أفتوا وقالوا بعدم جواز الذهاب لأن الذهاب هناك ترك لفرض العين الى فرض الكفايه، لا تقل اهميه عن حربكم في بلاد الشام، هي ذاتها هي ذاتها وان الذين تشيعوا في بلاد اذربيجان تشيعوا تحت وطاه السيف والا فان بلاد اذربيجان بلاد سنيه بامتياز. <applause> بله اینجا دقیقا دقت دق دق بفرمایید از باکو میاد تا وارد این منطقه ای که در واقع رضا داد به ترکیه ای ها و مرز نداشتن این خیلی مسئله بود اگر اینو به شما بگم اینجا هم نتونن انجام بدن این بالا گرجستانه خب این راهو میارن از اینجا میبرن یعنی با گرجستان وارد جنگ میشن اینا باید این راه رو بسازن این خیلی مهمه براشون خب اینجا ما اختلاف مرزی دارن زمینش فرام اما خب زمینه ای که اینجا با ارمنستان هست درگیر جنگن راه داره بسیار مهمه شما دید رهبری اعلام کردن که هرگز اجازه نخواهیم داد مرزهای بین المللی جابجا بشه یعنی خط قرمز ماست و دیدید که در ماجرایی که اصلا رسما علیف میگفت کل ارمنستان خاک آذربایجان نه فقط این جنوب ما که این کار انجام میدیم توی ارمنستان هم یه آدم غربگیر آوردن سر کار بسن پاشینیان ما نمیتونستیم کاسه دختر از آشو بشیم خود پاشینیان میگو من اینجا رو بدم من خودم میخوام خالی کنم ایران یه جوری محکم ارمنستان نگشت این هم من میمونم هم تو میمونی باید بمونی ما مرزمونو رو با اروپا ها دست میدیم ال ابد ما در واقع زیر بیلیت این توران بزرگی که نمیخوان درست کنن میشیم خب و عرض کردم به شدت امریکایی و اسرائیل تو اینجا دارن سرمایه گذاری میکنن چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید اینجا این منطقه این روسیه این ایران این لا کامل گرفته میشه افغانستان هم که اینو میخوان آشوب بکشن توسط طالبان میخواستن جنگ داخلی درست بکنن که با هوشمندی ایران ما اینو به شما میگم 90 درصد این کارا ایران داره راست میکنه که <تص> این طرها اینو پیش نره که بین ایران ما میدونی که این افغانستان یک مرز بسیار باریکی با چین داره یعنی بین ما و چین بین ما و کشوری که یک کشور فقط باشه مرز باشه از این طرف پاکستانه از این طرف افغانستانه خب پاکستان که ما می‌دونیم آمریکایی‌ها خیلی توش نفوذ دارن این طرفمون افغانستان افغانستان همیشه بود آمریکایی بر همین اومدن افغانستان رو گرفتن که بیان چیکار بکنن که بیان اینجا رو خدمتتون عارض بشم تحت کنترل بگیرن بعد دیدن نمیتونن بهونه خزینه زا شده گفتن ما می‌ریم بیرون منتظر اینجا جنگ داخلی درست می‌کنیم نزدیک 70 80 میلیارد دلار سلاح از خودشون باقی گذاشتن تو دوحه مذاکرات انجام دادن با طالبان پمپو میرفت مذاکرات انجام میداد که ما میریم اینجا مال شما اونا میدونستن که جنگ میشه ایران با هوشمندی داره طالبان کنترل میکنه این که اون سال اگه دقتتون باشه مثلا دو سال پیش بود دیگه اینقدر جریان غربی رو تو کشور ما که اینا خون دماغ میترسن اینقدر میگفتن بریم به جنگیم هیف پاسپورت ندارم از اخوندشون بگی تا کد شلوارشون از مستن تا فعال رسانه ایشون اینا میگفتن پاشیم بریم به جنگیم تا سیاست مدارشون به خاطر چی دستور از بالا رسیده بود میگفتن برید به جنگ ایران میخواستن وارد جنگ کنه از اون طرف هم شما میدونید که مثلا احمد شا، پسر احمد شا مسعود که تاجی اینا و شمال افغانستانن احمد مسعود کاملا با سهیونیست در ارتباط خب یعنی اینکه که باشه الزام به این معنی نیست نه یعنی وقتی یه جا گیر کرده طرف الغریقو یه به کل حشیشن کسی که داره غرق میشه به هر چیزی دست میندازه خب میخواد چیکار بکنه میخواد استفاده کنه بیاد اینجا رو بگیره و جله طالبان بجنگ یعنی سی سال جنگ یعنی 40 سال جنگ مناطق شیعه نشینم تو افغانستان دورن از ما یعنی خیلی امکان ساپورت شدن توسط ما رو ندارن قطع نام خواهند شد دیگه خب حالا بگی میکوشن باشه اصلا ده تا میکشن پنج تا کشته میشن یا نه ما دنبال جمهوری اسلامی دنبال خونریزی نیست از هیچ انسانی خب تا جایی که بتونه جلو جنگو میگیره خب ببینید اگه ما داعش رو جمع نکردیم چیکار میکردن اروپا رو داشت منفجر میکرد تو از خدمت شما عرض بکنم فیلیپین بمبگذاری میکرد تا آمریکا تا اروپا اونم کی جمعش کرد ما کی ساختش امریکا و اسرائیل و انگلیس خب دوباره بین روز زنگ زور این تیکه بس برای اینا مهمه اگه نشد میان اینجا تو مرز با گرجستان این کار انجام انجام خواهند داد یعنی اصلا شما شک نکن بعد از این اتفاقی در غزه افتاد کسی که علیفی که میگفت اینجا مال من کلا میخوام بیام بگیرم نه فقط این پایین بیشتر شد داداش. گفتش که آقا ما هم اردوغان هم علیف گفتن ما کوریدور رو از ایران رد میکنیم یعنی فهمیدیم که با ایران نمیشه شوخی کرد فیلمی از کارشناس جمهوری آذربایجان اومده وایستاده داره میگه که داره توضیح میده رو نقشه که آقا ایرانی ها مثلا برداشتن با چند تا رو اومدن گرفتن و فلان و اینا منظورش اینجا میتونه عملیات کنم یعنی منتها یه داره که مثلا ما حماسی مون نه تو قدرت اسرائیلی نه ما حماسی می فکر مثلا ما میخوام بیام اینجا رو با پاراگرایدر بگیریم نه اصلا نیازی نیست یعنی همین دو سه تا استان بالایی ما مثلا رو حل میکنه اصلا لازم به بقیه نیست منتها تا به این فکر کردن که اگر بشود جمهوری آذربایجان جلوی ایران مقاومت کند بشود اوکراین و روسیه خب ب... یعنی چی یعنی جمهوری آذربایجان رو وارد جنگ بکنیم با ایران نابود چه بلو اما بهانه داشته باشیم به بهانه ناتو وارد منطقه بشه اینجا بر روسیه هم خیلی مهمه اما خب روسیه درگیر اوکراین دیگه به این چیزا فکر نمیتونه بکنه پایگاه نظامی داشت روسیه در آسیای میانه تقریبا تعطیل کرده همه نیروهاش جمع کرده آورده در اوکراین دارن میجنگن تو یه جبهه داره میجنگه اون طرف برای همین شده بعد چی شده تا اونها هم دیدن این کشور آسیای میانه عجب روسیه اینجا رو ترک کرد اومدن با آمریکایی‌ها مانور مشترک برگزار کردن یعنی تو حیات خلوت روسیه دقیقاً میشه منطقه بین چین و روسیه و ایران که سه تا دشمن بزرگ آمریکا و غربن و مهم اونجا حضور داشته باشه اینو خواهم خب بگم اثر فرهنگی که ما بعد در ازبکستان تاجیکستان فراموش نکنید نذارید اون پیوند های قلبی از بین بره کاری که جمهور آذربایجان کردن با ما نکنه مردم جمهور آذربایجان 5 تا 10 درصدشون ترکن سالتن ژنتیکی این یه مطالعه ژنتیکی به خدا قسم به زبان شناسی این چیزا رب نداره خب خودشون هم میگن مونگولیا کسی که چشاشون کشیده است شبیه مغولان خب بعد چیکار کردن مناطق بوده همین اطراف باکو که اسم بادکوبه بوده اینا همه اسمارم هم دارن تغییر میدن یا مثلا شهر حالا میگن شوشی یا شوشا یا همین شوش خوزستان همون اسمه خب یعنی هم گستره ایران بزرگ بوده اومدن در اینجا مثلا سی و خورده روستا بود یکیشون فقط تو 100 سال پیش ترکی حرف میزد بقیه تاتی حرف میزد این منطقه زبانش تاتی بوده که بازمانده زبان مادیه تاتی و تالشی بعد الان که من دارم با شما صحبت میکنم فقط یه روستا ترکی حرف تاتی حرف میزنه همه زبانشون ترکی شده یعنی نظر نژادی آذربایجانی‌ها چشای دروش صورت سفید خب حتی برخی این لفظ آغوز که در اینجا استفاده میکنه آغوز به معنی صورت سفید کسی که صورتش سفیده میگن مهاجمین وقتی وارد مغولها وارد اینجا شدن این اسم گفته اینه که صورتشون سفیده چون خود اونها نژادشون زرد پوسته حالا بگذریم میخوام بگم, بگم همین کاری که تو اینجا انجام دادن برمیگردن دارن الان تو, تو تاجیکستان دارن انجام میدن تاجیکستانی که زمانی که شوروی جدا شد خوب دقت بفرمایید زمانی که شوروی جدا شد شش ماه تمام شش ماه تا یک سال کانال یک ما رو پخش میکردن تو کشورش یعنی فکر کنم مثلا طرف داشت اخبار برف تبریز رو نمیدونم سیل بوشهر هم میشنید برای چی برای اینکه اینقدر علاقه داشتن اسم بچه‌هاش نمیذاشتن اسم رجایی اسم بچه میذاشتن یعنی نه فامیلا بهشتی اسم بچه بود خمینی اسم بچه بود بچه‌هاش اینجا اسم الان چه خبر شده یعنی قطع کردن تمام عربستان و سعود فعال شده اهل ببین کمونیسم مثلا دین نداشتن که وقتی دوباره برگشتن بعد از اون دوره من به شدت به مذهب علاقه پیدا کردم امریکایی و انگلیسی ها همان که عربستانی رفتن اونجا شروع کردن توسعه دادن و دارن تکفیری رو اونجا گسترش میدن خب به تصویر بعدی پس چی شد اگر قرار راهی هم باشد این راهی که ما از اینجا میگوییم باید باشد که چین تو زیر نظر دالان تورانی ناتویی و آرام آرام کل این کشور رو عضو ناتو خواهند کرد همینا ترکیه عضو ناتوه خب بتونن عضو ناتو بکنن و اینجا عملا جنوب روسیه رو کل جنگ روسیه در اوکراین سر چیه سر اینکه ناتو جلوتر نیاد ناتو سالها پیش قول داد یه این هم جلوتر نیاد کل <تصفح> کشور اومدن گرفتن غربی اصلا موجود قابل اعتمادی نیستن خب به هیچ وجه یعنی باید واقعا قدرت داشته باشی اینم تا اینجا رو داشته باشید پس تمام این کشورها ریخ به هم بین روسیه و اوکراین جنگ شد مغولستان ریخ به هم پاکستان ریخ به هم ایران ریخ به هم تو اینجا که الا ماشاءالله یعنی ادعای ارزی داشتن شایع گران شدن سوخت بود خود بخش تاجیک نشین بین تاجیکستان و افغانستان درگیری مرزی و الا ماشاءالله یعنی ببین آقای چین بدون اذن ما نمیتونه کاری بکنه خب بریم رو کریدور بعدی تو این تصویر خوب دقت بفرمایید بعد از اینکه افغانستان اتفاقا براش افتاد چینی ها گفتن ایبی نداره باز خب بهترین مسیر ایرانه یعنی جاده شماده است جاده ریلی شماده است یعنی جاده ما جاده خوبه جاده حداقل شرق و غربمون خب بزرگ راه زدیم و همین چابه ها هم حالا توضیح بهتون میدم که ما راهنش رو نخیم هدف اون گفتن باشه افغانستان نه میاد ارومچی میاد آلماتی میاد بیشکش میاد سمرقند خب تاشکند سمرقند تهران استانبول بره توی اروپا گفتن این اما اونها اجازه نخواهند داد ایران باید هست چرا؟ چون هیچ وقت دیگه چین ناامنی و جنگ در ایران را نخواهد پذیرفت چون خواهد سرمایه گذاری کن آقا صدها میلیارد دلار میخواد پول بیاد اینجا ریخته بشه میگه برای چی؟ هر کسی بخواد این جنگ اینجا راه بندازه در واقع چین پشت جلو او خواهد ایستاد همانطور که شما میدونید ما در ماجرای خدمتون عرض بکنم تحریمامون خب چابهار ما معاف بود از تحریم چرا چون هندیا فشار آوردن گفتن بندر چابهار ایرانیا رو باید معاف کنید ما میخوام از اینجا صادرات انجام بدیم اگر روی گوگل ارس بیارید من توضیح بدم اینو ببینید هند از بمبئی بخواد کالا صادر کنه به اروپا بهترین راه اینه که اینو بیاره تا ایران چابهار از ایران صادر کنه بره جالب بدونید همزمان که پاکستانی ها به جمهوری آذربایجان اسلحه میدادن برای اینکه با ارمنیا به جنگ هندی ها به ارمنی ها اسلحه میدادن چرا پاکستان رقیب قدیمی هنده دوست نداره اینجا قدرت بگیره. چابهار بیشتر زوم کنید. انفجاری که در چابهار صورت گرفت سالهای گذشته اگه خاطرتون باشه به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که پاکستان دستگاه اطلاعاتی نظامش که کاملا زیر نظر سی آی ای کار میکنه زیر نظر پنتاگون کار میکنه ای ایس آی این ت... جزء همکارای این در واقع این طرح بود برای چی؟ برای اینکه اینجا ناامن باشه چابهار شکل نگیره که هندی ها از اینجا نتونن. ببین یعنی ما یه جنگ پنهان ما مواردی داشتیم در چابهار ما مهندس های هندی یا مهندس های چینی خدمت شما هست کنم زدنشون بررسی صورت گرفته دیگه عجب کار مثلا پاکستانی هست کار انگلیسی هست اینا خیلی عجیب بود یا فردی مثلا آلا دیگه نمیتونم اسم اینا رو باز بکنم در چابهار دستگیر شد به خاطر در منطقه آزاد چابهار بررسی ها وقتی انجام شدن به واسطه اماراتی ها انگلیسی ها پول بهش میدادن که کار عقب بندازه خب پس از اینجا میومد و صادر میشه حالا چیه چینی ها هندی ها هم میخوان این مسیر ارمنستان باز باشه و اونها هم نگرانی خودش دارن یعنی خیلی جالب ما یک جایی همین الان با هند در یک صفحه مشترک قرار میگیم تو یه جبه یک جای دیگه مقابل هم دیگه قرار میگیریم این هنر ماست که بتونیم بفهمونیم که این بخش برای تو بهتره منافع تو اینجا بیشتره بیا این طرف نروند. حالا برید روی تصویر عرب مت این براتون توضیح دادم این خیلی مفصله تو سخنرانی نمیشه خیلی بازش کرد یه کریدور دیگه هندیا امریکایا و اسرائیلیا اومدن طراحی کردن برای هندیا که با تو اگه میخوای کالاتو صادر کنی به اروپا چرا میخوای از طریق ایران بری ببین اصل به ایران است این خیلی جالبه اینا که این به هندی باز بدن مشکلی ندارن میبینید اینجا به چینی هم میگم بیا از مسیر این بالا برو از ایران رد نشو ببین ترکمنستان میخواست صادرات انرژی داشته باشه به سمت ترکیه و به سمت اروپا بهترین کار چیه وسط دریا که نباید لوله کشید بعد کجا باید می آوردن شمال ایران از استان گلستان مازندران و گیلان ما خب چی شد امریکایی ها اومدن شرط فراهم کردن پول دادن بسته‌های خوب پیشنهاد خوب اقتصادی دادن وسط دریا لوله رد کردن برای چی برای اینکه بدهکار ایران نباشن معلوم اگر اتفاق می‌افتاد هیچ وقت که ترکمنستان نمی‌تونه گاز قد بکنه وسط زمستون هیچ وقت هیچ کشوری یعنی تمام این کشور اروپایی نگران جنگ در ایران بودن میگفتن این گاز قطع میشه متوجه یعنی اینا هر کاری حاضر هم میکنن اتفاق نفت. این چیه میگه از بمبئی بولا میشه میگم تا امارات از امارات به عربستان از عربستان به اردن از اردن به اسرائیل بندر حیفا تل حیفا از اونجا به بندر پیروس یونان که استان خدمت شما پای پایتختم تو همین استان با این بندر پیروس تو یک استان قرار دارن خب این خط 500 میلیارد دلار براش خرج کرد پول گذاشتن کنار 500 میلیارد دلار که حالا جالبه سعودی ها هم در اینجا دارن یه پروژه ای رو دارن انجام میدن پروژه شهرسازی بزرگ سعودی ها جدا چون میگن دیر رضا نفتم تموم میشه پروژه توریستی خیلی معظمیه خیلی بزرگه است که اونجا هم نزدیک 400 500 میلیارد دلار اونام دارن خرج میکنن خب و حالا چی میگن میگن این فقط کالا نیست ایبی نداره از این ور کالا میره از این ور گاز میاد هیدروژن میاد فیبر نوری قرار رد بشه اتفاقا اینجوری دارن راه خب هند میگه خب من یه مسیرم از این طرف داشته باشم چه داره شما میخوای هندی ها رو قانع کنی که این اتفاق نیفته باید ایران شلوغ بشه بگی ایران خرابه پارسال اتفاقی سر ماجرا خانم امین افتاد به, این به شدت مشکوکه ببینید عراق اجازه من بشینم ببخشید خود خب خسته شدم برای. عراق که شلوغ شد دقیقا روزی بود که یعنی بعد از دیدار عادل عبدالمهدی با شی جینگ پینگ بود با رئیس جمهور چین خب و ریخ به هم مدل شورش در ایران بعد از دو سال دقیقا تکرار همون مدلی بود که در عراق بود یعنی ببینید دقت کنید اول در هنگ کنگ بعد در عراق بعد در ایران اول تو هنگ کنگ ساختن تو عراق اسلامیزه شیعیزه شد مثلا چی مثلا میرختن تو خونه هشت و شعبی لباس زیر زنشو برمی داشتن می آوردن نشون میدادن این تو هنگ کنگ جواب نمیده تو کشور مسلمان که تعصب و غیرت به این معنی وجود داره جواب میده نل به نل در ایران هم اتفاق افتاد همین اتفاق در کردستان افتاد اگه خاطرتون میشه حالا دوستان هر جا خواستن تصاویر دختر دختر خانم ها ترور میشدن تو عراق وارد کردن لوازم آرایشی بهتاش در عراق تو ایران هم همینطور خانم ها به روحانیون توهین میشد این طرف به روحانی اصلا ببینید مو نمیزد مدل عراق یک خانومی که از نظر عراقی ها زیبا رو بود و وارد کننده لوازم آرایشی که برای زیبایی بود کشته شد نه فقط یکی هر هم میکشتن خوشگل میکشتن لحظه که این خانوم ترور میشه ببینید این فرد کنار ماشینش رد میشه گلولر میزنی میگه تمام شروع کردن به علمای عراقی ترکی خیلی مقدسن تو عراق اصلا شما سید باشی خیلی محترمین. حمله به نیروهای هشت و شبی اینجور داعش جنگیده بودن بلایی سر بسامن علیابی آوردن که ریختن توی بیمار توی آمبولانسش خودش و برادرش کشن بیرون زیر دستوبا با سنگ تیکه تیکه کرد. کشتن برهنه کردن لخت مادرزاد کردن کشیدن روزن اینا قفل بود تو عراق توهین به مقدسات دینی شد شروع کردن به علمای عراقی که خیلی مقدسن تو عراق اصلا شما سید باشی خیلی محترمی ریختن تو خونه هشت شبی لباس زیر ناموسشون آور نمید یعنی اتفاقات مو به مو اجرا کله. چرا به خاطر اینکه عادل عبدالمحدی رفته بود کجا رفته بود در خدمت شما عرض بکنم با شی جین پینگ جلسه گوش بیا برق ما رو تامین کن آمریکا سالهاست عراق اشغال کرده برقم نمیده فکر کنید کشور با اون همه انرژی برقم نداره خب اینجا خوب نهایت داشته باشید دقیقا در روی اینجا نگاه کنید خبر جمعه 25 شهریور 1401 خب جمعه 25 شهریور نوشته که رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ رئیس جمهور ایران بچین صبح امروز اون روز چه پنج شهر جمعه 25 شهریور 1601 همون روز خانم امینی در بیمارستان فوت میکنه یعنی من اصلا نمیتونم به این ماجرا طبیعی نگاه بکنم و چی میشه میشه شروع آشوب در ایران بعد چه اتفاقی میفته خب آقای چین ایران نه آقای هند بازم ایران نه چینی ها هندی ها خودشون الان چیز دارن با هم رقابت سنگین دارن خب اما باشه هر رقابتی دارید ایران نه این اهمیت در واقع کشور ما دوباره بریم روی تصویر عرب میت. خب بله اینجا پس قرار یک اتفاق مهم افتید تو بخشی که مربوط میشه به اسرائیل یعنی وارد اسرائیل میشه یک اتفاق بدی وجود داره یه اتفاق اونجا هست یا نمیشه ما بریم رو تصویر گوگل ارث روی فلسطین اشغالی این این فلسطین همینطور میبینید پایین جنوبش عموما چیزه بیابونه خیلی مهم نیست خب اینجا اکثریت جمعیت اینجا این کرانه باختریه که تو همینجا کلی شهرک زدن مثل پنیر سویسیش کردن این هم نوار قزده است خب اگر این قراره بیاد اینجا رد بشه کرانه باختری اینو میگه ما کنترل کردیم میرین که الان جز تکوتوک مثل قزده نیست اون چون اینجا تحت کنترل خدمت شما عرض بکنم خودگردان هاست در واقع یاسر عرفات و بعدش هم ابو مازن که هر دوتا اینا آدمای بیخودی بی خودی بودن یعنی یاسر عرفات که من خودم میگم تلفات بعد ابو مازن هم یه رگه بهایی داره اینا میدونن چه کسا اینجا سر کار سازش اینا نتیجه به این کار به یه جای رسید که مثلا ابو مازن رفت توی چیز شروع سخنرانی کردن که آقا ببین ما هر چی که جلو شما کوتاه اومدیم ما رو به پنیر سوئیسی یعنی سوراخ سوراخ کرد اینجا اینجا غزه است خب این راه میخواد بیاد رد بشه کجا میخواد رد شه اینجا فلسطینی ها به دستور ایرانی ها اونا میگن ها من نمیگم هر لحظه میتونن این کوریدور رو فلج کنن برای همینه الان در ماجرای فلسطین اولش اگه دقت کنید هندی ها خیلی از جامعه در مردم هند طرف اسرائیل رو گرفته بودن یه بخشش به اون رویت ضد اسلامی اینا برمیگرده یه بخشش هم بر همین کوریدورشون بود اما یه اتفاقی افتاد نوار غزه رو زوم بفرمایید خوبه خوبه خوب از اینجا تا اینجا تقریبا 9 کیلومتر شما فاصله خطیشو بزنید بله ببین از اینجا تا اینجا ببین. تقریبا 9 دهم ده خب 9 کیلومتر از اینجا که مرزشون با مصر این ور دریا این اسرائیل 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 هیچ چیزی فقط اینجا اینجا مرز رفح خب اینجا تقریبا 12 کیلومتر از اینجا تا اینجا هم اینا بزنید تقریبا 38 کیلومتر کیلومتره بله شما ببینید 38 کیلومتر اینجا دیوار داره که دیوارش تقریبا میشه 60 کیلومتر چون خط فاصله مستقیم یه خورده باز بک بزنید بک بزنید خوبه بیشتر کمی آها اینجا رو نگاه کنید از اینجا که کرن باختر از اینجا که دارم من با چیز نشون میدم تا لب دریا بزنید نقطه این فاصله مستقبل. نه نه از اینجا تا دریا 14 کیلومتر خب برای اینکه میگم عمق استراتژیک نداره یعنی فقط اینو بدی بعد شنا کنه تو 14 کیلومتر جوکه ها موزک تازه اگه زمینی دیگه بری بگی فاصله مثلا مثل نخی که بکشی صاف میشه 17 کیلومتر اینجا اصلا جایی نیست که بشه روش اعتماد کرد خب برگردیم روی هم عرب می. میگن عرب مد می یعنی مدیترانه به سمت مدیترانه بره خب این چند تا خوبی داشت برای اینا آم ایران حذف میشد مجبور بودن کشورهای عربی با اسرائیل سازش کنن چرا چون کشورهای عربی اینجا دیگه مدیون رژیم صهیونیستی نیستن کل اینجا جاده کشیدن لوله گذاشتن برق بردن فیبرنوری بردن مجبور به سازه یعنی آوار چیکار کرد یه پیوست اقتصادی براشون گذاشت که اتفاق بیفت برای نکته اینکه این مقرون به صرفه نیست ایران یه بار ببینید اینجا بارگیری میشه میره تا اروپا اما اینجا نگاه کنید دریا خشکی دوباره دریا میبینید خشکی دریا همینطور طور بعد تو مسیر آگه قبرس هم باشه که دیگه باز بدتر خب با این وجود میگن عیب نداره مگه مسیر خط لوله ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از شمال ایران میرافت که خیلی راته بود مگه اونجا دریا لوله نکشیدن گفتم ما پول اضافه تر میذاریم که این اتفاق افت یه کار دیگه هم اینا اومدن انجام دادن که خیلی باز مهمه کانال بنگورینه ببینید این نوک دریای سرخه یعنی شمال دریای سرخ این یک شاخشه این هم یه شاخه این وسط صحرای سیناس این مرز مصر با فلسطین اشغالی خب این هم کانال سوئز که ما ایرانی ها حفرش کردیم درست بود که این اسم این کانال کانال داریوش باشه چون توسط در زمان داریوش حفر شد همین جاست دیگه وقتی سر یه اسم پوتاه بیای اگر میگفت اینجا کانال داریوشه این یعنی چه این عقب فرهنگی بود که هنوز که هنوزه یادتونه ما همین الان که مثلا فکر کنید مثلا ما اسامی داریم که مال زمان حمله مغول هاست خب ما شهر داریم تو ایران اسمش جختایه این اسم 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 آلتایی مغولیه یعنی میگه آقا یه زمان اینجا بوده حالا فکر کانال کفر کردن ایرانی ها اون زمان اینجا بسته بوده کانال هفت شد این که خدمت شما عرض بکنم حضرت موسا هم داشتن به سمت فلسطین میرفتن احتمالا از این شاخرت شدن از, در... از رودخونه نبود از رود نیل نبوده این رود نیله غرب رود نیل دنیای مردگان بوده شرق رود نیل محل زندگی بوده کسی که شرق رودنیله برای به سمت شرق رفتن لاز... نمیتونه در... رود نیل رد شه هم هیچ جا نمیگه نهر میگه بحر اون تا مفسرین ما چون بعضا نمیدونستن این رو اومدن میگفتن که این بحر یعنی مثلا رودخونه بزرگ نه از اینجا احتمال بسیار زیاد رد شده حالا با اون کار ندارم این کانال سوئز بسیار مهمه در دست مصری هاست خب برای مصر آورده است جزء 14 تا نقطه استراتژیک دنیاست 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم کانال سوئز تنگه هرمز جزایر سگان است نمیدونم تنگه بوسفور کانال تن... تنگه مالاگاس حالا اینا رو بعضی شما این دست مصرس حالا دارن اسرائیل چیکار میکنن امریکا 15 میلیارد دلار به اینا وام دادن با یک درصد سود یک درصد سود که بیان چیکار کنن نوک این شاخه رو اینجا جنوب اسرائیل میشه دیگه جنوب فلسطین اشغال خب شهر ایلات که یمنیا دارن میزنن اینجاست بندر ایلات از اینجا از این طریق خب یک کانال حفر بکنن عین کانال سوئز اگر از جنوب اینجا میرفتن میخورد به قزه حتی اگر مردم فلسطین رو میریختن بیرون تو در سرویسینه بازم اینا دسترسی داشتن میتونستن ناامنش کنن تر دیگه این که به سمت دریای مرده یا بحر المیت دیتسی برن بالا از اینجا بیارن از بین کرانه باختری و غزه میبینید از توی اسرائیل میبینید چیکار کنن در اینجا رو عبور بدن که چه اتفاقی بیفته برای یعنی نقاط استراتژیک دنیا از 14 تا میشه 15 تا یکیش در اسرائیل که قرار میگه در اختیار اسرائیل خب یکی از دلایلی که الان میبینید شمال نوار غزه رو یعنی شما نوار غزه دور بیار روی گوگل ارث رو زحمت اینجا زوم کنید خب الان دو رو داره حمله میکنه اسرائیل یکی داره از این بالا حمله میکنه که اینو پس بزنه اون جادهش اون کانالشون راحت تر بشه فاصله باشه یعنی از تیررس موشک ها و نمیدونم چیا فاصله بگیره یکی هم این وسط رو داره خراب میکنه این بمباران شدی که داره میکنه یعنی رسما داره صاف میکنه که از اینجا بتونه اینو دو نیم بکنه اینا رو همه رو کوچ بده بره پایین و این نقطه رو حداقل بگیره حد اقلش اینه این نقطه رو بتونه بگیره این منطقه رو بتونه برای داره با خاک یکسان میکنه که بتونه نیروی زمینیش تانک به وسط شهر رد بشه صاف صاف دارن میکنن چند تن تا الان اینا بمب و موشک ریختن که اصلا بعد بگیم الان یا الان هر لحظه دارن این کار رو انجام میدن خب این پس دلیلی که دارن به سمت شمال نوار غزه حمله میکنه پس میزنن و اینجا رو دارن میگیرن برای همینه یعنی یه تایمی رو مشخص میکنه وقتی اینجا رو با خاک اینجا رو میکوبن اینجا رو میکوبن بعد اینجا رو یه تایمی میدن نخالی خالی بکنن بعد همه اینا رو صاف میکنن خب بخش میشه اون در واقع کانال بنگوریانشون شکل دوباره ببینید کانال بنگوریان یه آلتب بگیرید انجام میشه باید. یعنی ببین اینجا می در شمال نوار این پس زده میشه از تیررس دور میشه از اینجا از کرانه باختری هم دوره ببینید ترجیح هم اینطور این طور آورده برده شبیه حالا مار کجش کرده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه به دریا برسونه و امروز یه نقطه جدید خواهد داشت برای خودش قدرت به دست میره عزیزان نبرد طوفان الاخصا همه اینا رو با هم هوا کرد همه اینا رو با هم هوا کرد فقط این 500 میلیارد دلار کانال زور و اون دالان تورانی ناتو میلیارد ها فرودگاه های اونجا احداث شد یعنی سرچ بفرمایید شما خب رفتن اردوغان و علیف رفتن اونجا بعد با... دو تا رئیس جمهور برای یه فرودگاه دو تا رئیس جمهور رئیس جمهور ترکیه چرا باید بیاد یه فرودگاه در جمهوری آذربایجان افتتاح شرکت کنه یعنی با اینا با قابلیت تردد دو میلیون مسافر در سال یعنی چیکار میخوان اونجا بکنن یعنی مشخصه که همه راه دارن یه شما بن روی دریاچه روی نقشه گوگل ارث بیارید زحمت این دریاچه وانه ترکیه است خب اینه درجه خب جالبه خط آهن ایران تا اینجا میاد جاده ده. فقط کافی اینا اینجا رو ترکیه یا جاده بزنن که باز مجبور نشن بارگیری کنن مثل کاری که ما درچه چه اون رو می کردیم رد کردیم که در چه اون رو خودمون جاده زدیم بعد چه اتفاق میفته یعنی خط آهنش واسه چرا ترکیه این کار انجام نمیده ما ایرانی ها حاضریم با خرج خودمون این کار انجام بدیم چرا میگه نمیخوام خط ایران مغروم به صرفه تر باشه یا بکزون بزنید من در مورد خط ریلی جدا ببینید ما در شلمچه به عراق خب یه خط اون 20 کیلومتر بیشتر نیست یه چیز عجیب به شما بگم مین کردن اون منطقه رو در دوره امریکا یا انگلیسی که در جنوب رو منطقه رو مین کردن که این 20 کیلومتر وصل نشه و نفوزی هاشون در ایران و نفوذیاشون هاشون در عراق هر کاری میخواستیم بکنیم این وصل بشه بس که عجیب غریب شما بدونید که حتی در دیدار وزیر وقت راه ایران مرحوم های خدمت شما عرض بکنم رستم قاسمی عجیب بود که حتی اون پرونده توافق نامه رو به دیدار با نخست وزیر نرسوندن عمدن و یه اتفاقات عجیب غریبی میافت و میرن توی شهر بغداد زیر یه زیر ای پیدا میکنن پرینت میگیرن و اصلا کار عجیبی برسونن به اون منطقه بدونید یعنی اینجا نفوزی ها در همه که همونجا که چابه ها رو هوا کردن ببین زمانی که دولت های روحان اومد سر کاری که از اولین کاری که انجام داد اخراج شرکت های چینی از نفت و گاز ما بود این به درخواست کجا داشته صورت می گرفته چرا ما باید این کار رو انجام میدادیم؟ ما که اینجا از خدامونه برید رو آذربایجان خب ما از خدامونه اینجا این منطقه رو دست ندیم یعنی ما راه با اروپا رو میخوایم یعنی ما ارتباط با غرب رو میخوایم کی دوست نداره ارتباط با شرق و غرب و شرق تو امان باید با همدیگه دیگه بررسی جالبه تا دولت عوض شد هم عضو شانگهای شدیم هم عضو بریکس شدیم خب و این اهمیتش نشون میده من یه نکته هم اینجا راه دریایی هم توضیح بدم خیلی خوبه ببینید اینجا چینه این هنگ کنگ خب یه منطقه گوانجو هنگ کنگ الان یه کشور برای خودش محسوب میشه عملا انگار خب و تا 1999 تحت استعمار انگلیس بوده اینجا دریا چین جنوبی مال چینی هست. اینجا زوم بفرمایید بله این جزایر رو میبینید چینی ها دارن از جای دیگه خاک بر میدارن بیشتر زوم کنید قشنگ زوم کنید روی این جزایر بله ببینید اینا بخشیش رو دارن میسازن یعنی دارن فرودگاه میزنن هواپیما بیارن بزنن چون کشورشونه خب جاله آمریکا داره اعتراض میکنه که چرا اینجا داری شما خاک میریزی <applause> آمریکا اون بره در اون بره کره زمین قشنگ خب بعد ناوهای آمریکایی همیشه اینجا دارن مانو میدن چرا زوم برای اینکه مسیر دریا چین رو شما باید ببینید از گوانجا زوم بازم خوبه ببینید از, گو... از اینجا میاد کشتی ها میان از تنگه مالاگا تنگه مالاگا رو زوم کنید تنگه مالاگا بینه بخش این جزیره مال اندونزی اینم این تکه کشور بهش میگن سنگاپور اصلا دلیل ثروتمند شدن سنگاپور به خاطر همین تنگه بود خیلی از جمعیت بسیار کم یکی از پر تراکم ترین نقاط جهانه خب که بله این تنگ مالاگا بین سوماترا اندونزی و سنگاپوره بکس زوم بزنید این پایین هم یه تنگه داریم یه خود بیشتر بیشتر زوم آها خوبه اگر از اینجا بخواد بیاد رد بشه خب که خیلی یه فاصله دور میشه چه کشوری که بخوان از غرب به شرق برن چه کشوری که از شرق بخوام به غرب اینم تنگه اینم زوم بفرمایید که بین دو بخش کشور اندونزی اینجا جاکارتا پایتخته و اینجا میتونه میتونن رد بشن اون خیلی دوره اون بالاتر بریم خب اینجا به شدت تحت تاثیر امریکاییاست چین بازم زیر بلیت ها قرار میگیره برای همین داره چیکار میکنه وکسوم ببین چیکار میتونه بکنه این اگه از اینجا بچین که این همه راهو بیاد پایین بتونه از اینجا رد بشه که خیلی بهتره براش حداقل یه نیازی به اینجا ببین سالی هشتاد هزار تا کشتی اینجا رد میشه شما هشتاد هزار به سی ست شست و تقسیم کنیم چقدر؟ تقریبا همیشه ترافیک داره اینجا خب؟ یعنی واقعا میطلبه اینجا اتباه چینی ها دارن یکی از کار محیر الاغولشون اینجا انجام میدن کانال کرا چه اتفاقی میخواد بیفته زوم کنید؟ در این منطقه خب میخوان اینجا رو حفر بکنه این کدوم کشور کشور خدمت شما از کنم تایلنده و چه اتفاقی میفته اینجا یه رو بزنید فکر می‌کنم اولش 90 کیلومتر 80 90 کیلومتر باشه الو چقدر 90 کیلومتر خب اینجا را اگه بتونن حفر بکنن بکسون بکنید بردارید ببینید یه اتفاق خیلی خوب میفته چی دیگه چینی ها نیازی ندارن از اینجا رد بشن راهشون کوتاهتر میشه و عملا چون خودشون این کار را انجام دادن اختصاصی اما آیا به این سادگی است ماجرا خیر امریکایی یا بلا فاصله ببخشید به این ماجرا به همین راحتی نیست یعنی امریکایی یا میدونن دارن چیکار چند تا استان جنوبی تایلند که مرز با مالزیه کمی زوم بفرمایید خب اینا تجزیه طلبن اینا اصالتشون مالاییه یعنی مثل مثلا فرض کنید چیزی ما کرد چند تا کشور داریم اینا مالایی هستن که توی تایلند زندگی میکنن جمعیتشون کمه اگر این کانال زده بشه استراتژیست آمریکا به چیز گفتن که اگر این کانال زده بشه عملا این کانال کشور شما رو دونیم کرده و به زبان بیزبانی دارد میگوید جنوب این کانال مال مالایی هاست و برای تجزیه این اخباری که میشنید از شورش ها در تایلند اون هم به همین دلیله و حالا شما فرض کنید چه اتفاقی میفته اگر این کانال حفر بشه احتمالش هست که برای اینکه این کانال تحت سل... جو... شمال تحت نظر آمریکایی باشه جورو بیفته دست تحت نظر چینی ها از تزیه سلب های ماد بکنن که بتونن در واقع سلطه بر اون کانال داشته باشن جالبه دو هزار و فکرم چم hanw... ده بود بود نه حضور ندارم دولتی که سر کار اومد در تایلند رو امریکایی ها به رسمیت نشناختن خب به محض اینکه این اتفاق افتاد تایلندی ها گفتن رفتن با چینی ها وارد مذاکره شدن گفتن بیدین کانال رو بزنید باز دوباره اونا فرق اخیره من دمی که وزارش رو کرده گفته که اصلا اخبار در ایران شما نمیشنوید یعنی اصلا انتظارشون شما انتظارش میسه دو سه چیزا رو شما بگه تحلیل به شما بده مطلقا ما تلویزیون که میریم شما میبینید مثلا ما میگن 40 دقیقه من رفتم نشستم خانم مجری 8 دقیقه دیگه وقت داریم اگه واقعا از اول میگفتم مثلا یه روب من برای یه روب برنامه ریزی میکردم خب یعنی واقعا اصلا شرماور این کارشون من نمیفهمم یعنی چی برای مجبور میشیم بیایم اینجا برای مردم توضیح بدیم نه حرفی نمیدونم چی گفتیم الان که مثلا به خطوط قرمز اینا رو مشکوکم من حقیقتا یعنی این چه حرفو نباید زده بشه ما رو نگیر یکی دیگه بعدی به توضیح بده خب چه اتفاقی افتاده گفتش که ما فکر میکنیم اگر بزرگ راه بزنیم یا راه آهن بهتر باشد اینجا یعنی چی یعنی اینکه باز دوباره اینجا باید کشتی بارشو بگذاره یک کشتی دیگه این طرف برداره بره. این هزینه رو زیاد میکنه اما اگه کانال باشه یعنی یک جنگی دائم یعنی شما دقت کنید چی شو چابهار از توی تحریمات در اومد به این سادگی ها نیست قدرت دارن با هم دیگه می چی شد فلانجا بمبگذاری شد تو سیستان بلوچستان گروه جند و شیطان اسمشون به اسم خدا پیغمبر اومده بودن بی شرف ها وسط داشتن مردم بلوچستان رو بدبخ میکردن سنگاپور دیگه چجور من شد؟ میدونید این بارو که سمت چابهار بیاره چه ثروتی تزریق میکنه در بلوچستان؟ مردم بلوچستان چی؟ با دین میارن اینجا تخدیر میکنن که آقا اینا اومدن نمیدونم از اهل نمیدونم از صحابه دارن دفاع میکنن چی دارن دفاع میکنن که مردم همیشه تو جن... کی حاضر که منطقه که بمبگذاری و جنگ و درگیری سرمایه گذاری کنه تمام این مناطق اینجوری ریخته به هم به خاطر این تغییر قدرت چین داره قدرت میگیره هند داره قدرت میگیره آمریکا داره رفول میکنه این نمیخوادیم به هم بریزه دیگه الان دعوای قدرت هست با هم دیگه بی جنگن که فقط این اونجا رو بگیره اونجا رو بگیره فشار بیارن این دولت در اونجا سر کار بیاد که این کار رو ما بکنه پاشینیان غربیاره ضد روسیه در ارمنستان سر کار بیاد که قرباغ رو به آذربایجان بده و داد و داد این کار انجام داد در ایران غربیاره های سر کار بیاین که چینی ها رو اخراج کنن و الان غربیاره ها تا رفتن بعد هشت سالشون ما هم عضو شانگهای شدیم هم بریکس آیا باید بریم قش کنیم تو بغل چرقی ها خیر دو این کرد که وزارت پیش گفته خیلی عالیه تا روسای عراجیفی در مورد در واقع خلیج فارس ما گفتن محکم پاسخ گرفتن در مورد جزیره سگانه خب محکم پاسخ گفتن. این درسته یعنی همه تو دو خودشونو بدونن اسم این منطقه خلیج فارس از قدیم همین بوده تو روایت پیغمبر تو مسند احمد ابن همبلم هم بحر فارس یه پیغمبرش هم میگفته پیغمبرش هم گفته بحر فارس خب حالا اینو بخوام بیان عوض کنن اینگه ما فردی می مثلا اینجا مثلا این منطقه خلیج تای یا منطقه کرا رو برداریم مثلا بذاریم مثلا چه می‌دونم یا اسم دیگه بذاریم خب اونا ناراحت میشن حق دارن خب یه کار دیگه آمریکایی انجام دادن چی بود اومدن روی پس چی شد روی شورشی های جنوب آخه این شورشی ها از کجا اسلحه گیرشون میاد اینا چرا باید ببینید پس پرده چیه اینا دقت بفرمایید چطوری رفتن سودان رو تجزیه کردن سودان جنوبی رو بعد چه اتفاق اونجا سرچشمه نیله حالا یادم بنازن دوستان اونجا هم توضیح بدم که چه اینا خود پدر سوختگی هم بعدن دست و پا در بردن. یه بک زوم بزنید هندیا رو چجوری شاید اینجا سوال براتون بشه شما بگید خب چرا از اینجا رد نمیشن اینجا که خیلی بهتره که به قولی باریکتر هزینه هفت رو این چیزا رو کمتر می‌کنه اولا به عوارض طبیعی برمیگرده یعنی شما اینجا خیلی دقیق نمی‌بینید ببینید همین جزایری که اینجا هستن اینا در مقابل در مسیر کشتی ها در واقع یه جور صد به وجود میارن یا جزایری که این طرف هستن اما نکته چیز دیگه است نکته به اینجا برمیگرد این جزایرا جزایر آندامان یا خدمت شما از بکنم نیکوبر نیکوبر یا نیکوبر اصلا اسم فارسیه یعنی خشکی خوب بک زوم بزنید یه خوردی ببینید دوستان موقعیت رو ببینن کجاست ببینید زمانی که بیشتر ما ایران هم داشته باشیم آها ببینید زمانی که ایرانی ها می اینجا که دور می اینجا یکی از جاهایی بوده که در واقع لنگر مینداختن مدتی رو میموندن خب اسمش هم گذاشتن نیکوبر یعنی منطقه‌ای که مثلا بر یعنی خشکی دیگه یعنی خشکی خوب خب یک از وجوه تصمیمش حالا دلیل دیگه موردن کاری ندارم اینا یعنی هر چیزی که اثر از ایران باشه دارن حس میکنن بدون این منطقه رو زوم بفرمایید این جزایر این جزایر تحت سلطه هندوستانه 500 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره الان هندوستان در اینجا داره نیروی نظامی مستقر میکنه یعنی چی به خاطر رقابتی که با چین دارند یعنی برای اینکه بتونه از اینجا رد بشه گیر ها میفته خب برای همین بکزون بزنید منطقه رو دوباره داشته باشیم ترجیحش اینه که از اینجا بیاد رد شه بره اینجا خودشو گیر نندازه توی اینجا که گیر هندی ها بمونه ببینید چه نبردی هست میلیارد دلار دارن دارن خرج میکنن بعد تو قضه یه گروهی خودشون اومدن جهاد کردن اینطور به نفع ما و یه دی تو کشور ما دارم میگن چرا این کار کردن اینا خود خائنن یعنی یا به شدت احمقن اصلا ویل کن دینو بذارید کنار دینو بذارید کنار تحلیل ملی داشته باشه رو منافع ملی الان صحبت دیو... قدرت 200 سال آینده ای کشور داره بسته میشه اینا اگر بتونن ایران حذف بکنن ایران به چه دردی میخوره ها به چه درد میخوره زمانی اونا میخوان ایران امن باشه همه کشورها میگم یه بار یه رو بیارید هندی ها بکسون بزنید تا راحت میاد ببین هندی ها رفتن با امریکایی ها مذاکره کردن که این بندر زوم کنید ببینید این بندر این بندر معاف از چیز بشه تحریم بشه معاف از تحریم بود چرا برای اینکه میخوان اینجا صادرات انجام میبینید چی میشه هند برای شما میره مذاکره میکنه اون موقع چین میره برای شما میجنگه خب ما این ویژگی ایرانه ما باید الان باید واقعا از یه ده میلیارد دلار پول بیاریم تو شبکه ریلیمون خرج بکنیم خب یه نکته جالب اینجا ایرانی ها رفتن توی دریا چون اینجا عمق آب کمه دیگه خب میبینید از رنگ دریا هم کم میشه ما رفتیم تو دریا یعنی یه دونه چهار دیواری درست کردیم بعد اینو پرش کردیم ماجرای اون خدمت شما سونامی که تو اندونزی اومد موجش موجاش من اینجا موج و خراب کرد برای همینجا بود من اینجا رفتم تصاویرش هم هست خیلی قدیم اصلا خیلی عجیب واقعا در کمال مظلومیت این کار انجام حالا ایرانی یه خورده بک زوم یک کم بیشتر خوبه از اینجا ما راه آهن داریم ولی همینجا راه آهن داره راه آهن داره یعنی بیاد اینجا بارتو بگذار اینجا کانتینر رو سوار بشن اینجا برن تا سمت تبریز و از اونجا به سمت ترکیه و به سمت اروپا حالا نکته جالبش اینه که شبکه ریلی ما اینجا درگیر چه مسافره یه قوانین بی خودی ما داریم مثلا نمیدونم این قطار باید با اون قطار این کیلومتر فاصله داشته باشه تا بره تو ریل و اتفاق عجیب دیگه هم افتاد من براتون تعریف کنم تا ببینید من اون موقع گفتم مشکوکه برای اینه سردی ندارم اما مشکوک تو دوره آی آخوندی که شد وزیر مسکن شهرسازی و راه اومد یه کار خوبی انجام داد به من این نفر کار خوب انجام داده میگم ما از سنسور گذاشتن روی قطارها یعنی قطارها فاصله شون رو با سنسور با هم تنظیم میکردن درست شد دیگه اینجوری نبود که قطار فلانی بره رسید سوزنبان الو بله ف... مشمامت کجاست فلان جاست 50 کیلومتر فاصله گرفته قطار بعدی مثلا بره 50 کیلومتر هم چه عددی دارم میگم اینا دیگه سنسور داشتن قطار جلوی سرعتو کم کرد اینم کم می‌کرد یهویی توی تبریز مشهد یک حادثه عجیب غریبی رخ داد و کلی از هموطنان ما هموطنان عزیزمون از دست دادیم خب همونجا آیا خونه حرف بعدی زد گفت عوضش اینا بیمه بودن کار <تص> نداره اما این مشکوک بود چرا چون این طرح عقب افتاد گذاشتنش گفتن دیده کار نمیکنه در همین الان قطارا هوشمندن یعنی اگر راننده قطار اصطلاحا خب لوکوموتیو ران پاشو روی پدال چند دقیقه نزنه این برداشت میکنه که نکن این بلایی سرش اومده شاید سکته کرده فوت شده اتفاق افتاده قش کرده نیست یعنی خود قطار آلار میده خوب یه مسافری که میخواد بشه این مثلا خیلی عجیبه بکزون بزنید خب روسا از طریق ترکمنستان گوش کنید بار صادر کردن به اینجا به بندر عباس ما 24 روز طول کشیده خب ببین اینجا اینا اینا ببین این چقدر از اینجا با کشتی صادر کردن از این تنگه ها اومده چرخیده چرخیده چرخیده, چرخیده. 22 روز چرا ایران قفل همه چی چی میشه قطار داره رمشه قطار مسافربری داره میاد بزنید گاراژ این میره کنار سه روز اونجاست خطر مسافر بریا بیان ردشن بعد مسئولین ما هم پوپولیستن دنبال چی هن؟ دنبال جابجای مسافرن اصلا ریل برای باره <تصفح> اولویت دومش مسافره متوجه چی میگم ما اگه اینجا ده 15 میلیارد دلار میوردیم خرج میکردیم حال بود الان روسا میگن ما حاضریم از اینجا خودم راهن بزنیم تا اینجا مال خودشون باشه اصلا پولش همه چی خودشون بدن تو کشور ما بزنن اینجا کالا صادر کنن ما بپذیریم نپذیریم الان من حرف بزنم یه رایفی پور میگوید به نفع روسیه اینا کیان اون غربی رای پدر سوختن ما باید بپذیریم از نظر من آقا حاکمیت ملی زیر سوال میره نه این میخواد ریلاشو بکنه برداره ببره کجا میخواد ببره آقای روسیه میتونیم ما از این ریل استفاده کنیم ما شما زدی دیگه اون میخواد اینجا ریل بزنه خب معلوم میتونه استفاده کنیم اون گیر ماست ما که گیر اونا نیستیم که اون میخواد اینجا ریل بزنه کارگر روس میخواد بیاره همه چیزش اینجا نیاز داره اون کجا میخوان خرج کنه کجا میخوان کجا میخوان همینجا میبینی چه عرض میکنم چینیا بخوان بیان جا در توسعه بدن کمر بندشون ما باید بپذیریم یا نه بله باید بپذیریم تشریف بیارید سرمایه‌گذاری نمین اجازه نخواهند داد مح... چشوری که دارن سرمایه‌گذاری میکنن ناامن شه اون موقع خودش به تو هواپیما میده اون موقع خودش تو روز به بریکس میکنه خودش روز به شانگهای میکنه متوجه شدید این چقدر واضح این مسئله اما خب وقتی خیانت هست وقتی ناآگاهی ببینید ما ناآگاهی است در کشور وقتی پوپولیزم حاکمه در کشور میشه همین اتفاق آمار بزنیم تعداد مسافر را بردیم بالا توی راه را قطار آدم بخوابونیم تعداد مسافر را بردیم بالا و ما راهنمون قدیمی شده بخشش هست الان با عددهای کوچیک ما میتونیم سرعت و افزایش بدیم مثلا میگه یه جیه 20 کیلومتر اون 20 کیلومتر که بخشش خیلی اتفاق بزرگی میفته خب اما واسه سرمایه گذاری ویژه انجام شاه راه بودن چهار راه بودن ویژگی مزیت اصلی ماست ما دو روز اون شده دیگه اینو بعد انجام بدیم طرف میاد به خودش حساب میکنیم که از اینجا تا اینجا 60 روز اینجا تا اینجا 20 روز کدوم انجام میده از اینجا تا اینجا 60 روز تورا ممکنه اینجا موشک بخوره نمیدونم چی بخوره اواسط بیابون ریگ زار کجا میخوام اینجا نه همه الحمدلله مسیر آباد همه چیش درست مردم ساکن امنیت مردم گره خورده با این کار این میشه این اتفاق نیفته ببینید چه عرض میکنم خب حالا این چیزی که گفتم سودان جنوبی توضیح بدی من بهتون بدم تا حالا اینجا فکر تموم شد دیگه یه بک زون چه چیزی نموند بر پس این در آمریکای هندیا رو آوردن وسط اینو توضیح دادم حالا برید اینجا روی سودان این سر رود نیل این سودانه خب این رود سر اینجا هست بینید؟ اینجا رو جدا کردن سودان جنوبی الان چیه اینجا صد بزنن اینجا خشک میشه مصر زیر بلیت اسرائیل سودان جنوبی رو کی جدا کرد خب بیار اینجا سود سودان بیار بالاتر آ ببینید سودان جنوبی اینجاست که سر اینجا بارندگی داره سر سبز میبینید اینجا دیگه خشکی شده سر چشمه اینجا شروع کردن دارن سد سازی میکنن یعنی نیل که اصلا حیات چیز به نیله حیات مصر به نیله داره خراب اینجا به تو افغانستان ببینید پاکستانی ها با هندی ها رقابت دارن پاکستان طالبان ساخته پاکستانه یعنی آمریکا به واسطه آیسای پاکستان طالبانو ساخت خب اینجا قدرت گرفته از طرفی حالا میخوان چیکار کنن طالبان دوست داره از زیل قدرت پاکستان بیاد بیرون یعنی فقط یک جا نباشه که بگه من همش گیر پاکستانم این مرز ایران که بسته تنو نفسکش اینا پاکستانه به دریا خب برای همین چی شد حاج قاسم سلیمانی کار بزرگ انجام داد با طالبان وارد مذاکره شد گفت آقا شما این ورم نفس بکشید اونا هم پذیرفتن اینا رو با زن بچه‌هاشون ورده شورت برد تو مشهد یوهوی حملات تروریستی چی 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 تو, ما... تو خور... ایران صفر شد چرا زن بچه خود طرف داره زندگی میکنه هوشمندی رو ببینید این خدای به استراتژیست بود خب بعد اینجا ما بعضی از مذاکره کننده هامون شوت میزدن حالا چون مثلا خوب انگلیسی حرف میزن خوب چه حرف میزنن مردم میبینن کسی هن. اومدن چیکار کردن امریکایی ها خوب دقت کنید این نفع نه از طریق پاکستانی ها از طریق هندی ها امریکایی اومدن در افغانستان بر سر رودخانه هایی که به سمت ایران می اومدن صد زدن بند ساختن است. بند. بند و صد ساختن و چی شد؟ این مناطق ما خشک بشه. خوب نه داشته باشید. خالی از سکنه بشه ایران تحت فشار قرار بگیره. یعنی او این طرف در ترکیه بیارید اینجا. ببینید. اینجا رو زوم بفرمایید. زوم رودخون رودخونه ارسل، لب مرز. این مرز اومد. خب. اینجا کلی صد ساخته شده. اینا رودخونه است دیگه. این آب میبینید کل اینجا صد ساخته شده ورودی عرس کاملا داره خوش میشه چه اتفاقی میفته کشاورزی اینجا اینجا دشت موغان ماست یکی از بزرگترین مراکز تولید غذای ما اینا داره خوش میشه توسط کی ترکیه یه دوباره بیاد روی ترکیه نفه دجله و فرات باز کنید بیاد بالا تصویر رو بله خب نگاه کنید اینجا همه اینا صد 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 این صد که دارن چی میشه عراقو دارن خشک میکنن یعنی کریدورها آب یعنی با حیات مردم با همین اون از سودان این از چرا الان گرد و غبار میاد تو ایران اینا خوش شده باد میزنه از اینجا بلند میکنیم یه توی رو یعنی اینا چی بگم پدر سوختگی نمیخوام بگم پدر سوخت خوبه واقعا اون یکی هم بخوام بگم خیلی بده <تصفح> همگی که در مورد رژیم صهیونیستی میگیم رژیم حرامزاده صهیونیستی شرکتی که این کار انجام داد شرکت اسرائیلی بود پروژه پروژه گپ Great آناتولی Project پروژه آناتولی بزرگ خب جالب شرکت های ترکیه ای هم دارن توی افغانستان توی این زمینه صد دارن کمک میکن یعنی اسرائیل به واسطه ترکیه ها عجیبه یعنی این طور ترکیه خیلی مش منافقانه ای داره ها ترکیه و من یه بار یه بک زوم بزنید تا یه نکته رو بگم ببینید اگر چین قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه ببینید این منطقه کامل منطقه توران خدمت شما ارز کنم دوباره اینا احیا بکنن اینجا بیاید تو بندر جیهان و ترکیه خب درست همینجاست همین ببینید خیلی ارد پایین همینجاست بر ببین نگاه کنید از بندر جیهان خب تا یه پایین بکزون بزنید اینجا فلسطین اشغالی کل انرژی از قزاقستان اونا هم دارن انرژی دارن خب خدمت شما ارز کنم ترکمنستان باکو 99 درصد صادرات جمهور آذربایجان به اسرائیل نفته یک درصد چیز دیگه است تعداد بین جمهور آذربایجان 6 میلیون بیشتر جمعیت نداره براشون رفتن الکی میگن ما 9 میلیون دروغ میگن 6 میلیون بیشتر جمعیت دارن با 6 7 میلیون جمعیت هفت برابر ایران یهودی دارن ببینید با یک دهم ده جمعیت ما حداقل دوازدهم سیزدهم میشه تازه یک دهم ده جمعیت ما هفت برابر ما یعنی چگالی حضور یهودیان هفتاد برابر ایرانه خب برای چی به خاطر این اینکه اینجا براشون اخیراً یکی از این سایونیستا میگم می گفت همتون مینازیم بیرون اینجا مال ماه هه. و این لفظ دریای خزرم هم که میگم دریاشته بخاطر که خزرها یک قوم یهودی بودن خب اینا نه دوش بشین تو نگاهی آخر و زمانی هم بهتون بگم دیگه تو آخر زمان یه جو و ماجوج دوباره برمیگردن گوگ و ماگوگ گوگ گوگ ها همین اقوام بودن بکسون بزنید خوبه اینا حمله میکردن یا از اینجا وارد ایران میشدن از تو قزاقستان خب یا از اینجا وارد میشدن که کوروش اومد اینجا در دربند شهر دربند بنویسید دربند شهر دربند بزنید در شهرشون ننویسید میره دربند تهران چه خوبی نی الان <applause> بله در خب بکسون بزنید و موقعیت اصلیات نشته بشن بکسون بکسون خب در اینجا اومد یک قلعه ای رو درست کرد صدی درست کرد بین کوههای دره بود اونجا رو پوشون و حملات اینو به شدت کاهش پیدا کرد منطقه داریال بود که به ترکی میشه داریول یعنی راه تنگ خب اون صد زلقرنین و این چیزا که میگفتن در واقع اینجاست یکی اینجا جلوی اینا رو گرفت یکم برای همین دقت بفهم هم اینجا ما زبان ترکی گسترش پیدا کرد هم این طرف خب این طرف نژاد ترکی هم آمد چون صاف بود دیگه ترکمن ها اینا همون نژاد ترکی هستن که از دشت آلتای بکزون بزنید بکزون بکزون میخوام چین هم داشته باشن آها خوبه ببینید اینجا این منطقه آلتایه از اینجا آرام آرام آمدن پخش شدن خب اینجا آمدن و از نظر نجادی بخاطر بیاره همیشه به ترکمنستان چه شکلی هن؟ اون شکلی بودن ترکمان ها هستن اینجا نبیشتر زبانشون گسترش بدا کرد چون یه نفر بود که اومده حمله کرده تو مجبور زبان اونو یاد بگیری یعنی یکی از اصیل ترین اقوام از غذا اقوام آذری ما هستن یعنی از نظر چهره و فلان اینها عرض که مطالعات ژنتیک های دکتر اشرفیان و خودش اهل بنابه گوش بکنید مطالبشون پیگیری کنید شما تایید میکنن خب قاب... <applause> ژنتیک که دیگه حرفای من و شما نیستش که ژن میگه 99 درصد ژن مادری مشترک با بقیه مردم مید. از قرن 70 آرام آرام زبان شروع که تغییر کردن خب تو آخر روز زمان داریم اینا دوباره برمیگردن درسته شنیدید گوگ گوگ ها گوگ ترک گوگ ما چین ما جوج ما یا جوج ما در کتاب مقدس در بایبل هم جوج و ما جوجه دقت بفرمایید میگن خب که اینا گه نمیسن تلفظ ج تلفظ کردن گوگ ها خود اینا میگن گوک ترک یعنی ترک آسمانی خب بعد ما میگیم چین و ما چین جوج و ماجوج یا یعنی میگه در آخر زمان اینا دوباره برمیگردن یعنی این قصه تورانستانی که اینا میخوان بسازن قصه بسیار جدی فشل بودن ایران در جا آذربایجان طبیعی نیست آدم داشتن اینجا لابی داشتن با مسئولین ما زن الهام علیف شرکت صادرات چیز زد خدمت شما کنم خاویار زد سفیر ما آقای افشار سلیمانی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گوش کنید سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اومدن چیکار کردن رفته اونجا تابعیت بگیره گفتم باز زن جمهوری آذربایجانی بگیری چیکار کردن به اون رفته این اینا فیلماشو بذار تو رو خوده حرفی که من میذارم فیلما بذار رفته توی تلویزیون اونجا نشسته داره جیغ میکنه با اون خانم که پرستوی سرویس های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان بوده داد بیداد میکنه که چه پول منم برداشته تازه برده ببین یارو همه کارش کرده بعد بر پولرم برداشته برده انصافا بعد دست مزه حالا ایشون رفته از حقش دفاع کنه من به اون کار ندارم خب Ya, Özüm bana təqdim edib yazıcı kimi. Aydın ben ya inanmışam. onu bakıyorum. Ya, ya. Siz yazıcı. Fizika partiyalarından Hamısı yok. Bunları deyib de yapayım. Tədədən Mən Yok. Tədə fikir demir. Uşaq məndən Yok. mənə milyon 200 milyon dolar yalandı. Bəli. Mən bugün de deyirəm. O İran şirkətindən 860 bin euro. O zaman Erdebil gazetleri de yazmıştı onlar. 860 bunu bağlamaq üçün öz xalas oğullarının adı. Bax bu protokol məsələsi də. O protokol mə, o protokola o zaman araşdırma oldu ki, yol çəkin. Sonra biz təkrar araşdırma aparacağıq. Təkrar araşdırmada aparılmışdı. Araşdırma. İndi bu bu vaxtda istəyə halda təkrar araşdırmaya aparacağıq. Burda üz üstə. İndi mən də axı bir dəqiqə. Araştırma zamanı Efşar Süleymanı tələb olunan məbləğdən 129 bin e, Birleşmiş Tatlar dollarını Şəmsi Rızaev'e bağışlamış. Qal Yalan. Yalan. Dört, yansı yalan. Yalan. Mı? Orada ifadə, orada təzdən Yalan deyir. Oku yaxı razı. Oku yaxı razı. Oku yaxı Birleşmiş Tatlar dolları və yaşaması üçün Şəmsi Rızaev'e verdiği Cəlil Məmər Quzadi 118 öməli 89-cu mənzilinin gelib edib. Və bu ilə bağlı. Telebi. O da qaytarıldı. O, o da da getdi apardı 40 min verdi. Ha. Onu çəkdi öz tərəfinə. O da dost idi. mənim dostum Sənin dostun. Sənin dostundur ki senden sen yataqda oldu. Elqar mi arasında gəl gedək Onların əli ilə olub. söz verib bir aya verə. verib deyə bilər. bu da Sevil adına elə bir Yok Yox eləmə sən burada verilirsə Yalan. Bravo. Evet. Sakla, evet. sakla, evet. sakla. Evet. Orada, evet. orada evet. bilirsiniz evet. Sevil Adilevan adını el. Riyad Serdar'ın füstasında karşısında ev verir. Sonra bunlar yalan çıkıyor. Ben evi talep etmişim. Evi elemişti Adil Sevil Adilevan'ın adını. Öz dostunun. Sonra همین آب من امشجی کنترل ایزاره کانترکت با می‌کنیم. هر کی نزمه ایزاره من تمام باکس سوژم دارم. من باکس مساله. خم بگم اینجوری اومدن مسأله که جمهوری آذربایجان تو این قطعه باریز است. اسرائیل انگلیس پوشه اون اسرائیل اسرائیلیم بیزه پوشهش تو اینجا آدم دارن تو داخل. یه سری از مسئله ما دوست نرماین بخش شوره بگیم. اما نمیتونم نگم. اینجا آدم دارن کارسازی کارس اصلا طبیعی نیست ان... انفعال ایران در مورد جمهور آزربایجان چون اینجا شاه کلید اصلا قفقاز خیلی مهمه منطقه کلیدی برای ناتو برای ایران برای روسیه برای ترکیه همه اینجا دعوا دارن اینجا مال ما بوده هم زبان ما بوده هم فرهنگ ما دیویس سال اینجا دست روسا بوده یه شاعر روس در نیومده اینا ایرانی فکر میکنن مثل مردم آذربایجان خودمون مقبر شوهرای ما تو تبریز ماست فکر همین شعاره که اونجا دفنن تبریزی خیر مثل از شیرازه شهریار یه جوری شعر فارسی میگه که او ایرانی فکر میکنه همیشه میره نظامی گنجوی در مورد ایران حرف داره نظامی گنجوی دو بیت شعر ترکی نداره خب برای اینکه اصلا اون زبان و اونها اون منطقه آذری بوده تغییر کرده زبان آذری یکی از شاخهای پهلوی آذری که میشه همین تاتی تالشی آذری بعضی از مناطق تو شاهرود خلخال مونده این زبان هنوز هست خب سمت هرزند هست اینو از همین مراغی ها بعد از حمله مغول یه دشون رفتن در قزوین مراغی ها رفتن در قزوین برید ببین زبانشون چیه اینا شاخهای زبان آذری من نمیخوام راجع به این بحث کنم که کلا مطالعه کردم چون من خواستم حقیقتو بدونم آقا یه نفر اصلا حالا مثلا نژادن ترک باشه اشکال نه برادران ما در هزارستان در اینجا افغانستان کم زوم بفرمایید افغانستانو این منطقه خب در مرز با چین و مغولستان بوده دیگه خب اینجا تو این منطقه اینها از نظر نژادی آلتایی هن. اما شیعه شدن زبانشون فارسی شده برعکس اینا <تصفح> اونا ایرانی بودن زبانشون ترکی شده اینا نژادن ترک بودن زبانشون فارسی شده خب چیکار کنیم ما مخلص اینا هم هستیم چرا ربطی داریم من نکرم کن در کن میخوام حقیقت رو بدونید چیه این بخش دارن دوباره زنده مثلا اومدن قزاق ها بکزون بزنید قزاقستان کشور خیلی بزرگه اومدن یه شعر فیلم ساختن واقعا بعد میگم شعر ساختن واقعا خب به اسم تومرس که میگن این همون سرزمین ماساگت هاست همون جایی که کوروش کبیر ما شکست دادیم بزرگترین پروژه سینمایی تاریخ قزاقستان فیلم علیه کوروشه ببین این دقت بعد اینجا ما یه دیرو بعد بفهمونیم جون مادرتون الان مسئله مملکت اخوانشیان نیست اینا خی... اینا آدمایی که اثر خیانت خیانت‌های 200 ساله دارن علیه کشور میکنن بعد اینا شما از خودتون نیم پرسید چرا اسرائیل خدمتتون عرض بکنم که با صهیونیستا اومدن فیلم س... فیلم 300 ساختن که توش هخامنشیان چه شکلی نشون میدن تا قبل انقلاب که شاه با اینا بود خب میگفتن آقا هخامنشیان رو گنده کنیم که اسلام باش بزنیم وقتی رفت گفتن نه هخامنشیان هم برای هویت میارن هم باید بزنیم چی برای ما هویت میاره جفت اینا با هم ایران اسلامی ما هم امام حسین تو جز دی ان ای مونه یعنی اون هلال عاشورا هلال شیعی خب هم چی هم هلال نوروز که فرهنگ ما با هم هم تنیده بشه برژنسکی میگه این دو تا دو با هم به هم دیگه برسن ایران دیگه کسی نمیتونه کنترل بکنه خب بس خیلی جالب شد چین با هند درگیره چین با آمریکا درگیره هند با کجا درگیره همه اینا با هم درگیره با پاکستان درگیره همه اینا هم درگیره اما یه چیزی اینا مشترک بدون ایران کارشون نمیتونه انجام تمام اینها رو دیدید حالا بیان رو غزه تو این عملیات عجیب غریبی که اینها انجام دادن همه اینا با هم هوا شد برای همین اسرائیل همون اول گفت سر مار در ایران است حالا نور سر مار و زیر بغل مار رو نمیدونم چیزا دارن میگردن خب و این کار بزرگی انجام بدن این اراده الهی بودا این که اگه تو با خدا باشی خدا با تو ان تنصر الله ینصرکم به کن با خدا باشی خدا کمکت میکنه من کان الله کان الله حالا من یه جایم حواسم رو گفتم آیه قرآن آیه قرآن نیست قول معروف به قولی که از علما شب چند شب پیش قوم بودیم که خدمت آیت الله توسی بودیم نجم الدین ازشون از ایشون مهدویت بعد میفهمون که فلان مرجع تعلیم بالای منبر فرمود که قال الله فی کتاب المحکم خدا تو قرآن فرمود سو متسه روزه بگیرید حالا یه سهون دیگه حالا بعضی نمیدونم دنبال چی یه بحث دیگه ببینید عربستان اینجا یمنه دقت بفرمایید این عمان این عربستان امارات بهرینه به این منطقه میگن بحرین کبرا اینکه بحرین قدیم با این بحرین جدید یکی نیست این یه جزیرش این منطقه شیعه نشینه و اکثریت نفت عربستان اینجاست زیر پای شیعه دوازده امامی که به شدت رو اینا کار شده یعنی بندگان خدا دیگه نذاشتن بخاری بر اینا واقع بمونه خب خیلی تند یعنی این که 70 تا تا گردن می‌زنه مینی برای چیه برای اینکه اینا این ترسه همیشه بالا سرشون باشه برای چیه استرنجو حمله میکنه به قز این سیاست سیاست مستکبر جلادا اینجوریه دیگه خب که نتونن به این کار انجام خب اینجا چی اینجا اصل نفت اینجا آرامکو اینجاست خب چه اتفاقی افتاده اینا میگن ما مدیون دو تا سه تا دو تا از نقاط استراتژیک جهانی که دست ایرانی زیر دین ایرانی زیر ولیت ایران یکی جزیره سگانه است خب که این همه اماراتی ها اومدن جلو هی دارن اجلاس جز... برگزار میکنن حرف میزنن اینا خودشون تو این قد نیستن خب نه اون بالایی ازشون میخوان بوموسا بیاد اینجا بیاد اینجا جز اولا اینکه که اسم اینجا بوموساه بوموسو یعنی بوم سرزمین سبز خب اولین کار کردن اینو گفتن ابو موسا اسمو چیکار کردن عربی کردن خب بک زوم بزنید بکسون این منطقه منطقه عرب نشین ما نیست بله عرب عرب داریم عرب نشین ما خوزستانه پس وقتی این عربی باشه یعنی چی یعنی مال امارات اسم اینجا بوم سو. من در همون منطقه خدمت کنم کند بود کجا رفته بودم اهل سنت هم بودن یکی از این ناخداهای ما بود سرنگ بازنشسته ارتش بود و ناخدا بود آدم خیلی مشتی و مهمون نبازی بود رفتم اونجا تصاویرش هم, هم اصلا لباس تن ما کردن و خیلی نقشه بود اونجا نشون داد برای من دقیقا چند میلادی بود نوشته بوموسو خب یعنی انگلیس ها مثل آرام آرام اسم عوض کرد سده هشتا ساله، نگه هشتا هشتا این پیش مال انگلیسی ها سده هشتا آره. آره اون بالا نوشته پرشینگو ایشیا آسیا پرشینگو موسا ایجان یلا اینا اوکا ایبو موسا جالب ابو نوشته بو موسا یعنی این اماراتی ها برای اینکه بخوان مالکیت خودشونش کنن اینا ابوش کردن این بو موسا فيه سندی که مال 1821 سال 197 سال این مال 197 سال پیش این جزایر سگانه یعنی ابو موسا تومب بزرگ و تومب کوچک منطقه که دریا عمیقه باید کشتی بده اونجا رد بشه نمیتونه از این انجام اینجا بده بره اینجا گیر میکنه کفش بارها اومدن از اینجا شنها رو برداشت کنن کانال زیر آب بزنن نمیشه ساحل شمال صخره ای ساحل ما استحکام میشه روش نصب ساحل جنوب نه شنیه هی پر میکنه برای همین اینجا دست گذاشتن حالا چه اتفاق افتاده اینا گیر تنگه هرمزن میخوان تنگه هرمزو حذف کنن که اگه ایران بست بعد از دقیقه بفهمیم تنگه های مهم نفتی جهان بعد از تنگه هرمز دومین تنگه مهم نفتی جهان مالاگاه خوب دقیقه بفرمایید اینجا اگه حس بشه انرژی تو دنیا میترکه فکر کن تو همین جنگ روسیه با اوکراین که انرژی مهم شده این اتفاق هم بفرم. اروپا دیگه نابود شده چه اتفاق باید بیفته؟ اومدن این کاری انجام داد. اومدن منافع تعریف کنه. آرام که خورد کی زد؟ یمنی ها درسته؟ بکزون بزنید یمنی آرام کار تو این فاصله زدن كيف تفاق افتاد؟ سا... توليد نفط عربستان نصف شد في يوم واحد. وزيره شن يقولي يا نعم بس خلاص. وكل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بك لأنه كان يوم أسود فعلًا المنطقة مظلمة لكن الشعور آه، الشعور كان يعني بحالة من الانكسار آه، لم يصير حادث بهذا النوع في 20 دقيقة. یا یویزال منه نصف طاقت نتاجیه له انا شفت الوضع سری عربستان که میدونید 17 برابر ما به چین نف میفروختن یعنی <applause> ما میگه ما چین چرا با هفده برابر ما بیشتر نف میخره اومد چگار کرد اومد چینی ها رو آورد 5 درصد در آرامکو شریکشون کرد که از این به بعد منافع با چینی ها مارد چینی ها ما 50 درصدشون میخوایم گفتن شهرمنده نمیده. خب 5 درصد. اما تنگه هرمز چیکار کنیم؟ ببینید چه اتفاقی داره میفته. این تنگه هرمز. نگاه کنید ببینید قبل تنگه هرمز به بعد تنگه هرمز یه لوله. از قبل از آرامکو به عمان یک لوله. از اینجا به یمن یه لوله. از اینجا به دریای سرخ یه لوله. از اینجا به کویت و عراق یه لوله. از اینجا به اسرائیل هم یک لوله. یعنی این یک دو سه چار پنج شیش هفتا این هم اگه یه دونه بگیریم این میشه هشتا تا هم یکی بگیریم هفتا خط لوله زدن دارم میسازن که فقط بتونن اون نقطه استراتژیکی که دست ایران را حذف کنن یعنی از حیز انتفاع ساقاتش کنم آقا باش ببن ما با لوله انتقال میدیم برای همینه که عربستان و اسرائیل رو دارن منافع مشترک باشن تقییم کنه. این سازش بینا طرح ابراهیم نتانیاهو داره سخنرانی میکنه با ماجیک همین عرب مدونشون میده خب یعنی حذف ایران و تمام توانمندیهاش و به اینجا اگر ما اگر ما اینجا بیایم مذهب رو بگذاریم کنار رو کار اینجا چی داری شما بره حرف زدن ای، ایران به حالا ایران که نه همون یمن بره. باش میخوای لوله بذاری ببری از کجا از آرام اگه اینجا رو بزنن میخوای چیکار کنی اصلا تولیدشو میزنن این معنادار بود عربستان سری اومد با یمن صلح امضا کرد الان همین یمنی ها این هم تصویر گوگل ارس بیارید تا این هم توضیح بدم اینجا زوم کنید زوم کنید زوم کنید بیشتر این جزیره رو میخوام جزیره میوم یکی از ملکه های انگلیس الیزابت چندم بوده خب عروسیشو اینجا گرفته جزیره میوم چرا اصلا چیزی مثلا سرسبزی هم نیست شما فکر کنید چرا اینجا اهمیت اینجا این دست ماست دست محور مقاومت اینجا بیاد پایین تر یه خور بک زون بزنید یادتون چقدر مسخره میکرم میکنن جیبوتی رو جیبوتی هم اینجاست جیبوتی مهم است اریتره مهم است الان چینی ها اومدن اینجا بندر زدن هندی ها دارن کار میکنن اینجا رو میخوان داشته باشن این الان دست محور مقاومت بکزوم مکزوم، بک خب حالا نگاه کنید چیزی بخواد بیاد از اینجا رد شه بره یا آدمای ایران میزنن چیکار میکنیم خط لوله میاریم اینجا از اینجا میگیم بیاد ببرن دست مصر این کانالو میسازیم بابا جنگ اینجوری در برقراره متوجه شدید ما از اینجا میفرستیم اینجا اینجا بره اصلا به اینو اینو حذف کنیم یه نکته دیگه من عرض بکنم چند وقت پیش در اریتره تا همین هفته پیش به پایگاه رژیم سینوسی که بکزون بزن اینجا ببینن اریتره کجاست این کشور خب که اینجام خیلی مهمه چون اشراف داره بر خلیجه بر دریای سرخ به پایگاه رژیم سینجا پایگاه نظامی پایگاه رژیم سینوسی حمله شده قتل عام شدن سینوسی صدا شده در رنگ بردن کی زاده والا اگر اینجا احیانا بسته بشه که الان دست چرا 8 سال به خاک و خون کشیدن خدا واقعا نیسته آقا با یه کلاشینکوف با یه جفت دمپایی و جلوی کل دنیا ایستادن حقیقتا طبیعی نیست حقیقتا طبیع. صبح و شب میزدن پاکستانی ها سعودی ها سودانی ها مصری یا امریکایی ها اسرائیلی ها اماراتی با تمام توان بمباران کردن اما یمنی ها محکم موندن امروز دارن به اسرائیل موشک میزنن میدید یعنی چی؟ تحریم تمام تسلیحاتی تغذیه مثلا مرز نداشتیم بیانا بفرستیم بالا عربستان این طرف هم عمان اصلا نمیشد حالا اینجا که بسته بشه چی میشه میره با یه دوش پرتاب به سادگی تمام کار اونجا بسته است خب دوش پرتاب که دیگه زدن کشتی رو دریا آب خوردنه اونم چی عموما اینا کشتی نفتی ان که همچین نزاده دارن میرخصن انرژی دارن میانات گازی دارن یعنی خودشون سوژه انفجارن خب اینجا بک زون بزنید یه خورده بک بک فکر کنید طرف از هند یا چین میخواد بره اروپا اینجا بسته بشه چی میشه یا از اروپا میخواد بیاد اینجا اگر اینجا می کانال سوئز میاد پایین اگر اینجا بسته بشه چه اتفاق میفته؟ اینا داشته بشه این کشتی از اینجا باید بیاد 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 اینجا جنوب آفریقاست از یه خورده بیاد بالاتر بیاد بالاتر اینجا قطب جنوبه ببین چقدر باید بیاد اینجا دماغه امیده که زوم بکنید خب باید بیاد از اینجا به چرخه بک زوم بزنید تا ببینن دوستان کجاست بیاد 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 <تصحاب> بیاد بیاد بله بله از جبل و تارق رد بشی بر تو اروپا حالا فهمیدی یمن یعنی چی؟ الان این یمنی داره اسرائیل میزنه چرا صد اسرائیل تا الان در نیامده نمیخواد به پذیر خورده چون به پذیر خورده باید جواب بده یعنی غرورش له شده جواب بده چه یک کشتی اسرائیل انجرات نمیتونه بشه ببین این لوله رو چه سرش ببندی چه تهش ببندی کسی نمیتونه رد بشه میگن نه ما از وسط لوله یه چیزی میاریم اون نقشه که دیدید لوله رو اینجا خب از اینجا میام صادراتمون انجام میدیم به هند از اینجا میایم ما به اینجا نیازی نداریم عرب مد یعنی این برای همون نتانیاهو میاد نقاشه هم کشه همه ی اینا رو هوا کرد نبرد طوفان الاقصی یعنی دین به کنار مذهب به کنار چه برای ما مسئله اصلی بوده خب اما بدونید که اینا برای 200 سال آینده ایران خون دارن میدن توجه شدید بیا شما گفتمان شیر رو بذارید کنار این منطقه رو دست دادید عراق از دست دادید 80 د... تا 70 تا 80 درصد نفت قابل استحصال دنیا تو همینجاست همه زیر پای شیعیان همه تابع یک فتوا الان دارن چیکار میکنن تو این منطقه تو این منطقه خیلی مقلد آیت الله سیستانی ان دارن کار میکنن که مقلد یه بنده خدای دیگه دارن میشن حالا آره گیرتون نبریم دیگه معروفن به غم زنی و به کار انگلیسی و این چیزا یعنی کارشون دارن کارش انجام میدن یا جالب مثلا رابط گذاشته بودن شیعیان در روسیه خب مقلد همون آدم یعنی برای یک جا بخواد مذهب عامل اتصال باشه اون ورژن از مذهب که به انگلیس نزدیک تره دفتر دارن انگلیس و شبکه ماهواره دارن تو انگلیس و برای ملک فاتح میفرستن و ملک را از سادات میدونن و... خب ببینید چه اتفاق داره میفته فلزا بدونید این دعواهایی که در دنیا هست یه جایی گروه تروریستی یه جایی موشک یه جایی دنیا کسی انگیز نداره یه تیر بزنه چرا داره این کارو کنه اینجا هم دقت بفرمایید بحرینو که شاه داد رفت بحرین این مال ایران بود این اولترا استراتژیک شما فکر کنید یه خورده بکزوم کنید فکر کنید اینجا مال ایران اینجا مال ایران چه اتفاقی می افتاد خب اینو دادن رفت الان خب میگن آقا برید نظر نظر سنجی وقتی کار ضد ایرانی انجام شده کلی رسانه اونا قوی ترن اونا کار نظر انجام بدن اونا بردن کار رسانشون قویه میگن بریم نظر سنجی کنیم الان برو تو جمهور آذربایجان آ دوباره آ دوست دارید به ایران برگردید میگن نه بعد میگن کی پشت شماست کی ارمنستان زد با پهباده کجا زدید ترکیه اسرائیل ایران به ارمنستان سلاح داده اینا رو میگفتن ببین یعنی کار فرهنگی کردن آقایون چل سال دست ما رو بستن تو جمهور آذربایجان گفتن کاری نکنید که ما کار فرهنگی کنیم کار فرهنگیش هم شد این 95 درصد مردم جمهوری آذربایجان الان ضد ایرانه حالا آقای نمیخوان اما امر واقعیه نمیخوان بپذیرن چون واقعیت ها رو نمیدونن مردم جمهوری آذربایجان نمیدونن اردوغان اصلا ترک نیست گرجیه مردم جمهوری آذربایجان که علیف اصلا ترک نیست کرمانجه کرد کرمانجه چرا چون اینو بعد پوز پان ترکیزم اینا اردوغان که اصلا اجدادش یهودیان اردوغان من حرف نمیزنم اینا باز کلیپشو بیاد آقای اربکان استادش میگه میگه شما اینو میشه شاگرد منه İn monaferi, in sahiyonist, in umadı varlık sahionistan kara ancak mı? Ve doğru zaman bu. Geçti dikkat edin bu konuşmasının en genel cinokası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında büyük İsrail projesi başlandı. Kov başkanlığını Bushan aldı. Göre aldı. Bushan mabine oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçen müften gitti. HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsun madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musun? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine bari Doktorluk unvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine Yeni gömleğini giydirdiler. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömle. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin, جو جنرال زاکم اشارت دار وار تفسیرینی ییارسام آغلارسنز آغلارسنز او لیدری محور مقاومت علیه اسرائیلو از ایران گرفتن بدن برداغان برداغان باش چیکار کرد با اون لیدری گروه های تکفیری در سوریه جنگ درست کرد شیعه سنی به جون هم افتادن ایران بشکنه محبوبیت ایران کاهش بده کنه اینجا چه اتفاق افتاد با این ماجرا الاقصا مردم دیدن فقط شیعه است داره دفاع میکنه آقای اردوغان شما نمیخواد الکی به مانور برگزار کنی و نمیدونم ملت رو جمع بکنی و با پرچم ها... یه دونه پرچم فلسطین اون لانی همه پرچم قرمز آوردن بالا خب پرچم خودتون بیاری بالا بی زحمت یا لطفی بفرمایید صادرات نفت و بنزین و گازویل و اینا رو به اسرائیل ممنوع کنید تا اطلاع ثانوی قطع کنید اون موقع حال اسرائیل دیدنیه سریع آتش بس اعلام اینا رو مردم دنیا باید بدونن نمیدونم شاید لازم باشه این حرف ما زیرنویس بشه خورده خیلی ملی بود شاید برای کشور خارجی جذابه نداشته باشه خب اما بد نیست مردم بدونن بخش من سرتون در دوردم یا علی